رحمت حساب که چند قدم رفتم؟ 2 3 4 5 اگه ناشتم کنم 5 5 داد 12 قدم. آه و پیشتر هم دو سای زاردیم که زهران می جمده دینی جگه پایاردیم هستن و چون خیلی خوب قشنگ و گاه و خیلی گرد وقت مباره آردیم که زهرا حوض کردیم که بای زیر بارش برف در نصف شاوی زمستانهای جاغوری چای بخری، ویدیو بگری و او چیزی که بله سر از مدره اون باره را قدرش مشری کنی. خدا رحمت چقدر نادیده برفش دیم. نادیدگی هم دره دیگه سایی زهرا جدی تیر شد نه؟ آره. امروز 11 12 13 در و در میخانه هستن. آره آره. ما تازه ما میگیرنی که شدید برف باره چون قبلا هم برف باریدت ولی به اصطلاح یک پخک بود دیگه. چون زود آره. پس تمام شد نه؟ آره آره. آره خیلی خوب شده با خدا، خیلی خوب شد که این برف گفته است و این امید سفیدمات کل جای را سفید کرد. و دوباره مردم چی شد امیدوار شد بعد تابستان پیش روی که قرار بود که اگر می رقم برف نمون بارید قرار بود که خیلی خوشکاوی بیشتر مو بود، اما یاله که بارده امکان داره که دوامدار باشه، یعنی یک امید هسته چون زمستان هنوز باقی مانده. ماه دل گرشن که نصف شده اما هنوز ماه دل و ماه هوت هم باقی مانده، گرشن ماه هوت هوا گرمتر میشه و اگر دو زمان ببارم احتمالا باریش هسته، یعنی باران هسته برف نیسته، ولی حس خیلی خوبی هسته، به نهایت حسی خوب و قشنگ است دوستان. و آره اینی درختو در این شاو که در شاخهایش زیر بارش برف سفید و سنگین و خم شده اونو نورای بسیار ضعیفی که از مرغداری میان، یک مرغداری دیگه در بلو است کم پیشتر باییم، یعنی را را بیگا جارو کده بود اینی که از بین دو درخت تیر شده رفته، ولی میگیرنید که پس برف باریده کور که در را سو باید پس جارو شونه. اینی جگه پایای سگ است که دو دنه سه دنه چوچه داره و هر شو همی وقتا پرسیشی از این طرف و طرف خانه میمد خود چقدر چوچیشی، ولی نمفهمم که این شاو آرچارشی نه زهرا؟ اره آرچارشی خزیده در کدام کنجی گرم رفته پناه گرفته. اره این سرما این برف و بارندگی امشانه هر موجود زنده باید یک پناهگاه گرم داشته باشه و با ملحاظ ما رحمت هم یک اتاق بسیار خوب گرم داره. اره دود بخاری هنوز بر میشه از چی؟ از دودکش؟ این دروازه اتاق از مو زهراسته که رو به بالکن باز میشه و اجازه بدین. این بخاری روشن است اونو آوام پیشتر صدای جیجیش میمد فقط مندد که قلقل کنه چون زیاد آتش کرده و خیلی زود گرم آمادو. اما لیمو زهرا چند بیرونی زهرا فرصت از زیر درک چای بخوره چون ما چاتری گفتم چای هم خورده نمیتونیم، ولی اتاق بسیار گرم است چند قباد موریم خانه و خود خوره خوب گرم مونیم. آها اینی قسمت رو خوشش میشم دوستا، بیشتر اینی قسمت رو ما کاملا پاک کردم ولی تا رفتیم آمادیم اینی قدر برف جارو شد، کم گیر میشه زیاد و کم میشه ولی بسات پایگیر و ظاهرا خیلی جدی میخواه که راستی راستی بباره. نره و این دفعه روی زمستان را سفید کنه. رحمت میگیرنی قبلا که اینی طرف را میدیدیم یا گلم چراغ معلوم میشد ولی ایال چون بارش برف خیلی سنگین است اما چراغ های خیلی پر نور سوسو میزنه و دیده میشه نه؟ آره دیگرایش دیده نمیشه. آره. چه صحنه صافی یک دست و تاریک داره و نوری کم از بسار از فاصله دور یک خانه بسار تانه است
ده شیب یک تیپا جور شده، چراغ یعنی زندگی یعنی امید. و خانه جواد کاکا که یه لامپ را چطور روشن میله زهرا؟ لامپ شاید از طرف شاده کار میشه دیگه اتمن گوجنگ مالا است؟ آره آره اینیشم احتمالا چیز مالا است. خانه جواد کاکایم هم کاملا خاموش کده، چراغای خوب خو شده و دوستا نمی لحظه شب تاریکی خیلی تیره و سکوت خیلی سنگینه. مو زهرا چای سیاه و یک امید سفید برف آره. که در آن مباره خیلی حس خوب و فوق‌العاده هسته. خیلی مفهومی رحمت ما از رزقی که تا به حالی که دیادی میه بارش برف و امی هوای ابری، هوای که باری چی برف بباره از چی اون مرقم هوای ابری دیگه، مو چنگ و غباری که باد از چی از زمین بال میشه، این می رقم حالتا بسیار حالت غریبی دست میده در مایی که آدم فکر مونه که یک مسافری هسته که در یک براهود گیر مانده. ما شاید کم کم دیدیم که یک خیلی ریزه بودم و یک دنه کتاب مکتب بود و کتاب شاید کتابی دری مکتب بوده باشد، کتاب های سنفی دو سه و در اونجا یک تصویری در ذهن مرسه که این مرقم یک برف و بارش بودک، باز یک نفر در اونجا دانمزو تپه بود یا دشت بود، یک نفر در اونجا بود. شاید ما در نظر میاد که یه حتما ریشه در تجربیات دوران کودکی تو دارم. باش ما سویچ کنم ما مرم نشم ده یا نه. خود چون لایت بسیار ضعیف است و دو چیز خیلی وطنیه دوستا، یکی زمستان برف کو، یکی صبح از خواب بلم شی سلمونی که برف سده، خیلی حس کودکانه و وطنی است که هیچ کس نمیتونه فراموش کنه. یکی بوی خاک که پس از باران در بهار از زمین بال میشه، یه هر دوی بسار یک چیزی یک تجربه است که هر کس داره و خیلی وطنیه و بسیار نوستالژیک و شاید خیلی آزاردهنده در موقعی که آدم از وطن خود دور است. جای تصویری حتی یک بویی که آدم رو دیاد وطن اندست کنه هم همچنان هر چند وقت خود خیلی قشنگ و لذت بخش است، اما میتونه یک چیز آزاردهنده هم باشه، خصوصا زمانی که دور از وطن باشی، مهاجر باشی. آره. و هر چیزی که تو دایت وطن تندست کنه مطمئنا دل آدم رو درد میره. حتما از زیاد کمرین تر میشه. اینا دوستان خود در هر حال کی زهرا بریم خانه، هر چند خیلی قشنگه. یا میخوام میرو بگم نه اجازه بده رحمت، امی موتر که اینال ما از اینج ترم شده، نظر تو امی چه رقم یک تصویر هسته که در برف باشه و بارش باشه موتر باید ترش نه از بخانه سعی که صدای چنجی؟ چون برف زیاده است احتمال لخشدنش زیاده، چنج بستگ ده آره. او چقدر لخشید زهرا جان دیگه، و شب کلگی خوش آه دیگه دل کلگی شاد آه خداحافظ کلگی شم دوست عزیز خداحافظ.